درود بر شما عزیزان، درود. امیدوار هستم که باز هم در صحت باشید، هر جای هستید با عزیزانتان در کنار هم پرسرور باشید. خب ما قسمه که در برنامه های گذاشته هم یادآور شدم، گاهگاهی برنامه ها را نمیتونم که حاضر شوم، ولی کوشش هست که 4-5 روز در هفته در خدمت شما عزیزان باشم. دیروز هم سفر کوتاهی داشتم و امروز دوباره در خدمت شما هستم. خب عزیزان، خبرهای خیلی زیادی هست. همیشه میفهمین که خبرهای کشور ما از 20 سال به این طرف همش ناراحت کننده هست و هر روز ما یک داستان جدید در داخل کشور داریم و متاسفانه که در بیرون از کشور هم داریم. البته میخوایم یک عرض تسلیت برای یه عزیزان بفرستم. یک جوان خیلی با استعداد که تازه درسش تمام کرده بود و بودن دو سه هفته قبل در ولایت دی سی، واشنگتن دی سی، با دوستانش کنار دریا رفته بودن و شنا کردن و متاسفانه غرق شد و مردش از آب بیرون کردن. همچنان دیروز سه روز قبل سه جوان خیلی قشنگ و با استعداد و با سواد ما، اینها هم رفته بودن برای شنا. امیدوار هستم تصویرش شما بتونیم ببینین از نزدیک. این سه جوان هم ناپدید شدن در آب و مرده هایشان از آب بیرون کردن. اگرچه در این خبر روز اول گفته که گارد به اصطلاح همین مواظبت میکنن از آبها، دیگر ادامه نداده که تحقیق کنه به اصطلاح یا بدون بال بادی ها یا سه نفر بره، ولی بعدا پیدا کردن این سه جوان هم مردیشن حساب بیرون شد که همه جامعه افغانستانی را در تمام امریکا و الان خصوص دی سی شک داد. به هر صورت امیدوار هستم که بقیه عزیزان ما که در اون مناطق زندگی میکنن و یا جاهای دیگری هست آمریکا خیلی متوجه باشند که شنا بدون تجربه کار درست نیست و همچنان جاهایی که منع هست و خطرناک است نباید شنا کنند. ما باید دارم تقریبا اولین جوانی که در لس آنجلس غرق شد در شنا حدوداً 34 سال قبل بود و از فامیل کشککی، سباوتین خان کشککی، وزیر اطلاعات فرهنگ و مجله اخبار کاروان هم داشتن در گذشته ها. من بیان دارم در زمانان قدیم از برادرزادی از اونا بود غرق شدن و بی که ما و بی کاکگی که جوانان ما داره و میخواهیم نشان بده، متاسفانه اینا غرق شدن و بعد از یک روز بادیشه از آب بیرون کردن. و دیگه ای که این دو خبر بعدی از جوانان ما از اینجا بود، همچنان یک هنرمند بسیار خوب ما که همه کیش با شما آشنایی داریم، اگه آهنگش خدمت شما نشر میکنم، اینا هم متوفا شدن. برای اینها و فامیلشان و جامعه هنری هم عرض تسلیت میکنم. Thank you.
خب دوستان عزیز، این هم بود هنرمند که همه ما و شما پدرشه و خود اینها را به یاد داریم، مرحوم اماهنگ پسرش بود، نصیر احمد اماهنگ، که اینا هم متاسفانه که در بین ما دیگر نیستن و روح و روانشان شاد باشه. واقعا اماهنگ خاطره زیاده در تمام هم دوره های ما داره و پدران ما و پسرانش خیلی خوب تربیت کرد و مو سبکه که ایشان بود، پسرانش هم به مو را و روش رفتن، همو رای پدر انتخاب کردن و همش همه بچه های آواز زیبا داشتن، رسا و هنرمندان خوب بودن. ایشان هم در بین ما نیست، خبر واقعا ناراحت کننده بود. و خب میخواستم یک ویدیوی دیگه را هم برای شما نشان بدم که چون موضوع چندین شروع برنامه را با این خبرهای ناخوشه که بعض عزیزان ما در آمریکا به این شکل از بین میرن و هنرمندان خوب ما در داخل افغانستان در این 20 سال با چی مشقت دست و پنجه اینا نرم کردن، در بین ما نیستن و آهسته آهسته تعداد زیادشان به می شکل در همگی ما در روان هستیم، اینا هم روانی هم خانه ابدی شدن، جامعه را داغدار کرده به خاطر ازی که اینها برای خوشی مردم زحمت کشیده بودن. اینا مثل غنی و کرزی اینا نبودن، پدران اینا نبود که مردم را به سوق بشانند. پدران غنی و کرزی اینها رو تربیت کرده که مردم تانه به سوق بشانین، به غم بشانین، به ناامیدی ببرین، به دربدری ببرین، به بدبختی ببرین. ولی این پدر از این هنرمند و همچنان هنرمندان دیگر اولادهایشان تربیت میکردن که برای جامعهشون خوشی، سرور بیاره، مردم انرژی مثبت بده، مردم شاداب بسازه. اینها خیلی بر ما همچون هنرمندان خیلی مهم هستند و باید هم مهم باشند. اینها به خاطر پول امروز یک دا هنرمندان ما رو من میبریم در داخل امریکا در 20 سال فقط به فکر دلار هستند. تا حرف میزنی مره 10,000 دلار، مره 20,000 دلار، حتی در جشنهای ملی نوروز باستانی اینها پولهای خیلی گزاف میگیرن. فقط تمام هوش و گوش و فکرشان امین است که دلار دلار دلار. ولی این هنرمندان تو نبودن، پدران اینا تو نبودن. درست بود که میرفتن در عروسی ها پول میگرفتن، ولی برای مردم خیلی سرور می آوردن، جامعهشان خوش می ساختن، آوازهشان در تمام شهر بود و همه امید میکردن که کی باشه که یک روزی برو به برنامه استاد ماهن یا دیگر استادان بزرگ. به هر صورت نمیخوایم زیاد روی مسئله تبصره کنیم، ولی یک ویدیوی دلخراش دیگر هم با شما به نشر میسپارم که برای این همچون آدم هایی که در این جامعه توسط این کرزای مکار و این غنی متقلب سرپرست و این طالبان شیاد به قتل میرسن، برای اینها هم ما ناراحت هستیم که این کافران چی کار در حقیق این انسان های بیچاری ما میکنن. برای هم تسلیت میفرستم به فامیلش که جامعه را اونقدر اینا به وحشت کشانیدن که آدم حیران میمونه. اینها مسلمان نیستن که این کارا میکنن، اینها کافرن، اینا پول گرفتن، اینا میخوان ویدیوهای رو ترتیب بدن برای جامعه جهانی، برای اینمی پولیتیشن های خارجی که ببینن که در افغانستان امروزی چی بدبختی میگذارن، چی حالت میگذارن و ما در اونجا رفتیم که ما اونجا خوبی بیاریم، زیبایی بیاریم. این کارها همش دسیسه هست و همچنان همچون آدم های نادان در کشور آنقدر رشد دادن که این دولت کرزای مکار و غنی فریبنده اصلا نمیفهمه که در کشورش چی میگذره. شما ببینید یک دختر جوان به این شکل
اینو سنگسار میکنن. و ما واقعا برای همچه کسایی که در این ظلم این جناوران طالب شیاد و این کرزه مکار و این متقلب غنی قرار گرفتن و امثالشان تسلیت میفرستم و خداوند اینا را مغفرت میکنه حتما، به خاطر که این ظالمان به شکل بسیار فجیع به قتل رساندن. به هر صورت دوستان عزیز، خواستم که چون این سه جوان مرا هم متاثر ساخت و همین چند اتفاقی که در این دو سه روز افتاد خواستم با شما شریک بسازم. من میفهمم که همه ما و شما متاثر میشیم، متاثر هستیم. چرا ما یک کشور آسوده و آرام نداریم؟ چرا ما نمیتونیم که این همه چانس های طلایی که برای ما میسر شد نمیتونیم به کشور خود بریم، رفت آمد داشته باشیم، کمک کنیم با فامیل های خود و یک عزت آبرویی در سطح جهانی داشته باشیم؟ و در حالی که این دولت های دست نشانده و منافق که اینها بدترین انسان های روی زمین هستن، نمیتونن. و ما در هر کجای دنیا که امروز هستیم آرامش نداریم. امروز فکر ما و روح روان ما نارام هست و متاسفانه این هم از دست همین آدم های که امروز در قدرت هستن این کار شده. قبل از اینکه ویدیو رو من خدمت شما عزیزان باز هم به نشر بسپارم، در قسمت آقای سلیمان لاحق میخوایم یک جمع‌بندی کنم که خب شما در تمام صفحات مجازی دیدید، در اخبار و روزنامه و در همه جای با تبصره هایی شد که آقای سلیمان لایق یک آدم فاشیست بود، یک آدم بود که از زبان شیرین فارسی استفاده کرد و خدمت به مو بادارای خود نمود و همیشه به چشم مردم خاک زده. و شما دیدید دیگه حاجت تنها ما یک شخص هستم، هزارها شخص براجع به این نوشته کردن و خیانت هایش هم نوشته کردن. آقای سلیمان لایق من یادم است که یکی از فامیل های من که خیلی جوان بودم قصه میکرد در اما اوائل سال های 1978 و 1979 به یادم آمد که اینها در مکتب ابو حنیفه غازی در پغمان بودن و اینها در او وقت از طرف به اصطلاح دستگیر میشن، زندانی میشن. کمی آقای سلیمان لایق از او جمله بود. بعضی کسا میگن که خب بعض کسای دیگر متهم می‌سازن علیه حکومت سردار محمد داوود و ظاهر شاه و اینا، در حالی که اینها هم از همون کسان اولیه بودند که علیه دولت سردار محمد داوود اینا فعالیت داشتن و مظاهرات می‌کردن، تظاهرات در داخل کشور می‌کردن. ولی خب این شخص از جای دیگه تغذیه می‌شد، آقای سلیمان لاحق. و همچنان اسنادی که در کتاب خاطرات عبدالقادر امو خلبانه که در قوای هوایی بود که برش خبر میرسد که این وقتی که حمله میکنن و ارگ ریاست جمهوری، آقای ببرک کارمل میگه که سردار محمد داوود رو نکشین و اونا رو زنده بگیرین. ولی آقای سلیمان لایق با صدای بلند میگه که دافران بوجل شده، یعنی بی وجل شده ای فرحان بکشه. و اموجه بود که آقای سلیمان لایق اولین کسی هست عزیزان، اولین کسی هست که امر قتل سردار محمد داوود میده و قماندان او آقای تنهی بود که امر میکنه که بزنین و تمام فامیل سردار محمد داوود به قتل میرسه. یعنی امر قتل اول اینمی که میگه این فرحان باید کشته شود، همین آقای سلیمان لایق است. دیگه حالا میگذاریم قضاوت دیگه به دست شما. من خودم امی تصمیم دارم هر شخصی که فوت میکنه کارکردهاش باید صحبت شود، خیانتی که به مملکت کرده باید صحبت شود، خوبی هایی که به مملکت کرده باید صحبت شود. و وای به حال وقتی کرزایی بمیرد، وای آقای دلقنگانی بمیرد. من فکر میکنم که چندین ماه این صفحات مجازی پر خواهد بود. به هر صورت عزیزان، جنبندی ما در او قسمت خلاص میکنیم. به اصطلاح البته خب خیلی استقا هست، خیلی حرفای هست راجع به سلیمان لایق
که اینها چی کارهایی میکردن و امر اوامرشان از کجا میگرفتن و یادم چقدر فروخته شده بود و چی خیشی هایی با قبایل کرده و چه رقم اینا دختر میدادن به قبایل و دختر میگرفتن یا خیشی هایی که میکردن و بسیار دیگر کسایی، حتی می آقای کرزی، یعنی آقای کرزی با عارف نورزوی خیشی کرده، باز عارف نورزوی یک دختر داده به امید گلشان و با او طرف. اینها یک ارگانیزیشن هستن که بر اینا میگه که شما چطور با هم این روابط تا نگاه کنین به خاطر اون مقاصد شومشان. اینا همه خیشی دارن، خیشاوندی دادن، دختر دادن، دختر گرفتن. به اون خاطر این موضوعات یک روز اگر وقت شد، من اون کتابچه که بعض خاطرات در اون هست پیش ما فعلا نیست، که ما برای شما بگویم که شین اول مثلا یادآوری میکنم آقای ببرک کارمند دخترش رو باید پشاوری میکرد و هیره از من دیگه برش میگه تو باید با خلقی اون طرف باید خیشی کنید. همین طور مثلا آقای سلیمان لایق، همین طور مثلا آقای کرزه، یعنی تو عارف نورزهی که در وزارت داخله نیفم یک نفر اول سرحدات افغانستان کماندانیش بود. به هر صورت از این موضوع میگذاریم، میریم روی از این که ما و شما در گفتم که در تو در خارج کشور ما هم روز نداریم از دست بعضی ها. میخوایم این ویدیو رو با هم بشنویم و خب شما بگوییم قوم سرشار، من ای که بخاطر پیدا کردن یک لقمنان از فامیلم و از کشورم دور شدم، با کدام روی به پدر و مادرم که یگانه امیدشان من هستم زن بزنم و بگویم که از برکت شما قوم پاچه بلند و وطن دوست و زودی از ترکیه اخراج اجباری میشم و با دست خالی و رنگ زرد دوباره به افغانستان برمیگردم. چرا ما افغانها همیشه از شکم گشنه و از جیب خالی اعلام امپراتوری و سرشاری میکنیم؟ چرا همیشه کوشش میکنیم بجای نوآوری و انکشاف گذشته ننگین و رسوای کشور خود را به رخ جهانیان بکشیم؟ چرا همیشه از خوبی و مهربانی مردم و دولت کشورهای دوست و کشورهای همسایه ما استفاده میکنیم؟ چرا همیشه کوچه های ترکیه را نمایشگاه لباس فکر کرده خود نمایی میکنیم؟ چه افتخار داریم؟ چه دستاورد داریم؟ پدر و مادرت از گشنگی می نالن، 90% کشورت از فقر می نالن. کی هستی؟ چی هستی؟ کارکرد چی هست؟ گذشته چی است؟ دانشت چقدر است؟ چقدر میفهمی؟ چقدر با جامعه آشنایی داری؟ چقدر با محیط سازگار هستی؟ آیا کسی هستی که در سیت تیاره ششته باشی و آمده باشی به ترکیه پایین شده باشی؟ نه، گذشته خود را هیچ وقت فراموش نکو. تو کسی هستی که از مرز ایران دو دشنام ایرانی را شنیدی، دو دشنام کرد را شنیدی، بلاخره به استانبول و بلاخره به یک شهر پیشرفته رسیدیم و بعد با لباسی که با 2000 افغانی تهیه کردی آمدی به اینجا سرشاری میکنی؟ چرا؟ چرا باید قدر فرهنگ خود را نابود کنیم؟ چرا به حریم فرهنگی دیگر را تجاوز کنیم؟ چه حقی داری که به حریم فرهنگی دیگر را تجاوز میکنیم؟ بلاخره کی هستی؟ یکمی خود را بشناسیم. ما خدا قدر مظلوم هستیم که دنیا به حال ما گریان میکنند، اما ما آمدیم پرچم خود را در کشور بیگانه بلند میکنیم. این خاک خاک ما نیست. اگر اقدر سرشار و لوی هستی و ناترس هستی، کشور ما به جوانای مثل تو ضرورت دارد. اگر اقدر شوق پوشیدن لباسهای نظامی را داری، چرا نمیری و به صف اردوی ملی نمیپیوندی؟ چرا به کشور خود خدمت نمیکنی از طریق این لباس؟ این لباس به خاطر نیست که او را بپوشی و بیایی در ساحل و در پارک ها اتن کنی. ولی از خدا یکم شرم هم خوب چیز است، یکم حس اجتماعی بودن خوب چیز است، یکم انسانیت خوب چیز است. چقدر رزالت. ترک از ما پرسان میکنه کجایی هستی؟ وقتی که میگه افغانی هستم، میگه خداوند جزای تو نبته، چی حال است که انداخته؟ چی میگه خانم؟ مگه درد ما برای ما بس است، لطفاً مشکل ایجاد نکنیم. لطفاً یکمی خود را بشناسیم، لطفاً یکمی درد داشته باشیم. تا وقتی دوی دشنام، تا
طبقه نادانی، طبقه جهل بس است. اگر به فکر زندگی خود، به فکر خود نیستین، به فکر هزاران مهاجری باشین که از روی مجبوریت آمدن، به خاطر یک لقمه نان آمدن، به خاطر اولاد و به خاطر زن و فرزند خود آمدن. بله عزیزان، هی بود یک درد دل هموطن ما در ترکیه و واقعا رنجاور است که این افغانستانی های عزیز ما وقتی در هر جای میرن در اونجا خود شعر معرفی میکنن، مثل همی آقای کرزایی که خود گفت شعر هستیم، شعر هستیم، در پشت دیوارهای کانکریتی پنهان است و فقط در پشت تریبیون تلویزیون میگه من شعر هستم. اینا را شعر ساختن، اینا آمدن از گدایی، از بدبختی، با لباسهای چرکین، با لباسهایی که جهان با کمال معذرت میخوام خدمت شما عزیزان، این لباسها را وقتی مردم میبینن هراس میکنن، ترس میکنن. 40 سال است که با این لباسها اینا فقط انتحار و انفجار و قتل و آدم کشی را دیدن. این لباس نیست که شما با او افتخار کنید، این لباس نیست که شما بیاین و به یک کشور دیگر در شهرش با این لباس ها گشت و گذار کنیم و آخر هم همش پناهنده، همش غیر قانونی، همش دوست، همش رهزن. ولی می خواهیم که نشان بدن که ما یک چیزی هستیم. اگر یک چیزی هستی به ما کشورت خود برگرد. مرد از اینیستی که در مقابل طالب به جنگی فرار میکنی، ولی میایی در کشور ترکیه که اونجا تقریبا فعلا 200 هزار تا 300 هزار افغانستانی ما پناهنده هست و حالت خیلی خراب زندگی میکنن. ما سال از یعنی در یک سال گذشته حدود 4 مرتبه به ترکیه سفر کردم و تقریبا در مجموع حدود 4 ماه به اونجا به شهرهای مختلفی زندگی کردم. باور کنیم که آنقدر فجایعی این جوان ها انجام میتن که پلیس ترکیه و مردم ترکیه از دست اینا در عذاب است. معذرت میخوایم در مابین ترکیه لوات، بچه بازی، بچه رقصانی، مواد مخدر، جنگ، چاقو کشی، آدم کشی به اندازه هست که اصلا آدم وقتی داخل ترکیه میره کوشش میکنه که اصلا نگویه که من از افغانستان هستم. درست شاید بعضی ها که در یک سطح دیگه هستن که دوستانشان متفاوت باشن. من یک داستان شخصی خودم میگم. سفر اول یا دوم ما که به ترکیه بود، به 9 جزیره‌ای که در ترکیه هست، 3 جزیره از این فعلا قابل دیدن هست، یک تور رفتیم در اونجا و در یکی از این جزیره ها تنها بایسیکل و حسب اجازه هست. موتر، یک امبولانس دارن و یک موتر پلیس، دیگه چیزی در اونجا نیست. خواستیم بایسیکل کرایه کنیم. باور کنیم که یک بچه جوان 15-16 ساله یا 14 ساله بود، مرا گفت از کجا هستی؟ گفتم چی فکر میکنی از کجا هستم؟ گفت هندوستانی هستی؟ گفتم نه. گفت پاکستانی هستی؟ گفتم نه. گفت عرب هستی؟ گفتم نه. گفت خیلی از کجا هستی؟ گفتم من از افغانستان هستم. بس سلام علیکی شما قسم یک بارم تکر گفت و بعد تو کرایه نمیتونم شما خوب مردم نیستیم. خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم و وقتی آمدم به هتل اتفاقا اخبار روی میز بود گرفتم، دیدم که یک تصویری از افغانستان با این طالب های کثیف و شیاد و ریش های مردار و لنگی های مردار و پیران تنبان کثیف یک تصویری چاپ شده. بعد با خود فکر کردم خب تقصیر این نوجوان های ترکیه و مردم ترکیه و دیگر جهان نیست، از ما 40 سال است که همچون تصویری را اینا در جهان میبینن و ما در این طرف کوشش میکنیم که خود خوب نشان بدیم، یک سفیر خوب باشیم و با مردم روی خوب کنیم، با ایرانی ها روی خوب کنیم، با مردم های آمریکایی روی خوب کنیم که ما انسان های خوبی هستیم. ولی میبینیم که
یک عده دیگه باعث بدنامی و این تصاویری که از افغانستان میاد، موضوعاتی که از افغانستان میاد، ما را خجالت در سرتاسر جهان میسازند. و این جواد چقدر زیبا تحلیل کرد، چقدر زیبا گفت در فرار کردی، گریختی، آمدی و حال در مبین ترکیه. و روزی که افتتاح مسجدی که آقای اردوغان یکی از بزرگترین اشتباهاتش در طول حکومتش کرده، اینها یک ساین امارات اسلامی رو زدن این بچه های افغان و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله رو نوشته کردن و ما امارات اسلامی میخواییم. در حال خودش پناهنده غیر قانونی، یک آدم بی سواد، یک آدم دزد، اینا همه موضوعات است که ما رو در سرتاسر جهان میرنجونه. همین آقای اردوغان بزرگترین جنایت در حق مردم ترکیه در این عصر امروز کرد. مسجدی که در اونجا روزانه به صدها یا در هفته به صدها هزار توریست میرفت، در اونجا ما رفتیم، در اونجا یک نفر از کریشنهای خیلی مهم در اونجا دفن است، دو نفر در داخل همین مسجد، و اینجا هندو، مسلمان، کریشن، یهود همه به دیدن از این میرفتن و روزانه میلیون ها دلار بر از این عاید میامد و میلیون ها مسجد دیگه در ترکیه هست. این جای توریستی را گرفت تبدیل کرد و حال شما فکر کنید که چقدر صدمه اقتصادی برای مردم ترکیه میرسه. این توریست ها نمیرن. ببینید وقتی انسان مردمش و ملتش دوست داره، باید همه چار اطرافش متوجه باشه. ولی یک ضرر اقتصادی بسیار بزرگ برای ترکیه وارد شد. برای سیاحت کی میرن؟ خب این مردم های خارجی هستن میرن، اروپایی ها هستن، آمریکایی ها هستن، چینایی ها هستن. خب وقتی که تو یک کاری میکنی که مخالف عقیده این دیگران هست، خب اما هم مسجد بود، هم اسم علا در اونجا اویزان بود، هم اسم محمد پیغمبر در اونجا اویزان بود، هم از موضوعات عیسویت اونجا بود، از یهودیت اونجا بود، همشه زدی خراب کردی، مطلق ساختی. حال دیگه بیشی که از پاکستان و افغانستان برای تو تورست بیاره. ببینیم یک رهبر خوب نباید چنین کاری کنه. به هر صورت عزیزان میریم روی موضوع بعدی. خب اجازه هم میخوایم که تشکری از دوستان کنم که بحر آقای نجیب جان عبادی بیرازه هسته، نایده جان نوابی، نسیم الله، ماهب زاده، سلاودین جان زکریا، درود بر شما، صفی عبدال، آقای عثمانی، سعید محسینی، روح الله حمید، نجیب نزار، عبدالله امان، مسعود خلیلی، نور سیفی، زفر شمس، علی بالله، آقای شهرام پارسی منش، حسید یوسفی، فریدون نوزاد، اشرف حیوبی، درود بر شما، آقای راشد، رضا، آقای رضا، آقای داوجان پوپل، دوست محمد سارازن، درود بر همه شما عزیزان. خب از این موضوعات که برگردیم بریم دوباره روی موضوعات داخل افغانستان که باز هم هر هفته خدمت شما چنین عرض کنم یک برنامه هایی را اینا پیش میگیرم که به این شکل چطور بتوانند همین پول هایی که در بودجه داخل برای افغانستان میاید و کمک میشه، همین پول ها رو چه رقم دزدی کنند. یک بار موضوع نان خوش شد، موضوع کرونا رو دیدن که شما پولهایی که برای اینا آمده بود یک میلیون دلار اینا تقسیمات کردن، دزدی کردن، زدن دو تا نان خوش به مردم دادن. باز موضوع دسترخوان ملی رو پیش گرفتن که 300-400 میلیون دلار به این شکل به می دزدانه که پشت دیوارهای کانکریتی هستن بکشن. و آل موضوع صلح مشورتی اینا میخوان لوجرگه کنن. این لوجرگی اینا اولا که ما همیشه گفتیم لوی جرگه در افغانستان غیر قانونی هست.
هیچ لزومی وقتی که سنا و پارلمان هست دیگه لوجرگر خلاص میشه، یعنی مجلس نخبگان دیگه ضرورت نیست به این شکل که اینا لوجرگر میگنش، چون اونجا یک پارلمان هست. امروز هم پارلمان آقای رئیس پارلمان اعلام کرد که لوجرگر کاملا غیر قانونی هست، به خاطر که به میخاطر پارلمان هست در موضوعی که میشه پارلمان باید تصمیم گیری کنه، ولی اینجا اینا آمدن یک زورگویی، یک فاشیزم دیگه را همیشه فاشیستکاری را پیشه کردن و میخواهن که از راه های به شکل از اشکاری پول ها را دزدی کنن. بعد این موضوع صلح پیش آمده با واسطه که این آقای مکار غنی و مکار کرزی 5000 زندانی را تقریبا اینا رها کردن، فعلا یک تعدادی که مانده میخواین که ایره از مردم مشوره بگیرن. خب اونجا پارلمان داری، ولی اینا میخواین که چه نوع پولها را دزدی کنن. خدمت شما عزیزان یکی دو ویدیو را به نشر میسپارم که شما عزیزان حتما شما خوب گوش کنین عزیزان که چه رقم که برای شما میگم. اینا فقط دیوارهای کانکریتی رو دورشان گرفتن، همین پولهای جهانی رو بین 40-50 نفر تقسیم کنن و ملت به می بدبختی بگذارن به انواع و اقسامش. این ملت دیگه هیچ شیمه نداره که اینا حتی حرکت کنن و اینها باید به نظر من قیام کنن. اینها باید قیام ره که در گذشته ها در مقابل بعضی دولت های یعنی تقریبی خوب بود کردن بیهوده بود. آل وقت قیام هست، آل وقت کودتا هست، آل وقت انقلاب هست، آل باید مردم بخیزن و این ها را نگذارن که حتی از این کشور خارج شوند و تمام پول هایی که در حساب های اولاد های اینا هست، زن های اینا هست، بچه های کاکا اینا هست، همه باید از طرف جامعه جهانی تقاضا شود که ضبط شود و همه اینا باید محکمه شود. شما خوب سعی کنیم که چقدر خنده‌آور است. من فصیح متوکل خبرنگار رادیوی کلید هستم. دقیق به جایی که شما حضور دارین در جرگه مشورتی قبلی هم رهبری شواده سپورت که بحث فساد در جرگه چه اصلا مطرح نیست. با توجه به بحث های شما گفتین که بیشترین اعضایش اعضای قبلی از تغییرات جزئی آمده، اما نتیجه گزارش تحقیقی ما از امو جرگه نشان داد تنها 55 لگر مصرف مصالح دیگ شده بود و 50 لگ مصرف مای زرشویی. چی تضمین وجود داره کی بار یک بار دیگر 55 لگ مصرف مصالح دیگ نمیشه؟ خب عزیزان شما خوب سعی کنید که در یک لوجرگه 50 لگ افغانی مخارج مای زرشویی شده و 54 لکم خرچ مساله شده، این زیر مرچ نمک. اینال فکر کنین که برند دیگه چقدر شده و دیگه من خرچ خوراک از اینا. شما خوب ببینین عزیزان شما چرا خاموش نشستین، چرا کار نمی کنین؟ یعنی این صحبت هایی که من می کنم این برای انترتیمنت نیست، این صحبت هایی نیست که شما دقیق خنده کنید، این صحبت هایی هست که شما باید کار کنید. 50 لک افغانی مصرف مایه ظرفشویی و 54 لک هم خرچ مساله دیگرهایش بگذارید و شما سعی کنید که این آقای کیها در رأس است، کیها در رأس این مشورتی است. خب سوالی هست برابن ببینید شما گزارش تحقیقی داشتین از اون مرحله او را باید به جای برسن سرزوی پلان شده و بله رسیدگی میشن هر چیزی که باشه در هر اداره در هر ارگانی که باشه اطمینان داشته بعد اینکه رسیدگی میشن ما شما بازم دعوت میکنیم شما رای خود ادامه بتنیم باشین پشت موضوع اعلان نکنین پشت ازی گفارم این کمک میکنه که ما بعد در مورد ازی بعض وقتا سکن ارقام ادا کردن ارقام ایک قدر مایه زرشویی امیال در شرایط کرونا اگه ما شما متدابیر لازمی که وزارت صحت آمد داده اگه او رو در نظر نگیریم و افراد حفاظت نشود
که ارقام دمو داخل ضرورت بررسی کنه. به او صورت اگر چیزی وارد نبود طبعا شما بخشی از مو مکانیزمی هستیم که در مملکت اقتصادی را صورت بده و ما برتان قول میتیم که شفاف خواهد باشد، دسترسی شما به معلومات وجود خواهد داشته باشد و ولی سر هر کلچه صابون شما نمیتون قضاوت کنین که این غلط مصرف شده یا درست مصرف شده. به سرچند باید در معقولیت امو تو حسابی که ما شما در خانه خود میکنیم امو تو امو مسائل هم در نظر بگیریم و مصارف هم در نظر بگیریم. قضاوت روی واقعیت ها و ضرورت ها هم بکنیم. بعض وقتا چون اون وقت تیر میشن از امو فضا از محالت هم موضوع بیرون میشن به اصطلاح مردم out of context باز سرچند او بیرون. جواب آقای استانگزای بود که فعلا این در رأس مشورتی صلح مشورتی قرار دارد. عزیزان خوب میگه خب ما کرونا بوده که مایع ظرفشویی هم زیاد مصرف شده. 54 لک افغانی را اینا مایع ظرفشویی و خریدن والا بسیار خنده‌آور هست و اینها شرم و حیا هیچ اصلا نیست. شما سعی کنین بودجه قرار است لجرگه عنانوی به ریاست استانگزای به منظور مشورت در مورد راهی 400 زندان گروه طالبان دایر گردد. تخصیص 330 میلیون افغانی از پول بیت المال توسط اشرف غنی احمدزای منظور گردید. 330 میلیون این پول برای چی؟ به خاطر از اینکه باید چند تا طالبان اینها از زندان رها کنند و این کسایی را که در این مشوره انتخاب کردن شما تصاویر در صفحات مجازی و اخبار می‌بینید که توسط تیارات نظامی آمریکایی به شهر کابل انتقال داده شد. اینا وقت پلان گذاری شده بودن، ای اشخاص وقت وظیفه شده دادن اینا وقت. حتی ما در یه افغانستان امروزی با این همه سرمایه هایی که شما میبینین که 50 لکه برای مساله دیگ میتن، 54 لکه برای مایه ظرفشویی میتن، اینا یک دو تا تیاره ندارن که مردمشان از شهرهای دیگه برن تو مسائل دیگه. حتی او عالی هایشان توسط تیاره های نظامی آمریکایی میای، وزیر هایشان توسط تیاره والی هایشان که من بر چشم سر هم اینا رو دیدیم. و حال شما در تصاویر شاید من نشان بدم برای شما عزیزان که همین پایلوچ ها، همین ازاربند کشال ها، همین شیادان طالب قبلا توسط گروه های بیرونی انتخاب شده و داخل کابل انتخاب میشه که اینها چی میگن. در این جرگه صلح مشورتی فاشیست ها میگن که 156 نفر محکوم به اعدام است باید رها شوند، 105 نفر دارای بعث عقل ابدی یعنی دائم العمر است باید الا شوند، 35 نفر اختطافگر است باید رها شوند، 52 نفر مجرم مواد مخدر است باید رها شوند، 44 نفر شامل لیست سیاه جامعه جهانی است که از این شیادان طالب و آدم کش و ترولیست ها هستن که اینها رو میخواین رها کنن. و این لستش آقای سعیدی که اونا هم از پارلمان هستن ایره به نشر سپردن که اینی اشخاص اینا میخواین با اینی پول افغانستان اینا رها کنن و واقعا جایی بسیار شرم است. من نمیفهمم که امروز یک برنامه دیگر تقریبا حدود 45 دقیقه من تعقیب کردم که آقای لطیف پدرام یک کنفرانس خبری داده و راجع به موضوعات فاشیزم و نوع فاشیزم صحبت میکنن. این حرفا درست است، این یک درس هست برای جوان ها، برای کسانی که بخواهیم بیاموزن، ولی فعلا تنها امی حرف ها درد ما را دوا نمیکنن. ما درد خیلی خیلی بالاتر و از این بالاتر داریم که جامعه ما باید نگذارن که دیگه پولهای جامعه بین المللی رو بگیرن، نگذارن که همچون لوی جرگه های قلابی که حتی از زمان احمدشاه دورانی قلابی بوده تا به این حال قلابی هست
بالای قدرت پارلمان تصمیم گیری کنه و یک ده آدم های دزد و رهزن و چپاولگر انتخاب میکنن و میارن در اونجا یک تصمیم میگیرن که یعنی دیگه اینا خب لوجرگه تصمیم گرفت برو بخیر تمر پولس مشاری تا تا استفا پا کار دا استفا و کا استفا او کلار الاشا و پا امریکی که خبر جون کوا تا دا پارا دا افغانستان و ولس مشری مناسب ندا بلکل تا دا دی لایق نی چی تا دا افغانستان جمهور رئیشی تا یو معامله گری تا پا دیورن لائن بانده پسی میخاردار پا تیری دو معامله اکڑا تا دس یو معامله گر یو خائن سره چی دا دیورن لائن پاک لبانی دی هیت دریز نو یو واحد دریز دی دا دیورن لائن پاک لنشتا تا یو خائن یو غداری نو زده خبر زکا تا تا خومه چی زد پا کمپاین کم ستا مخالفو ما پا کمپاین کم ستا مخالفت کرده ما سر دلیلو پا دلائلو پا منطق سرم ستا مخالفت کرده طول غلو مافیا خائنان غداران قاتلان پردی جاسوسان پردی جنتان پردی غلامان خب حرف بنده نیست یعنی واقعا نمیفهم که چی باید کنیم ما که فقط یک رای را خدمت شما عزیزان بلد هستم که صدا میکنم که دست به اعتراضات بزنیم تظاهرات کنیم مانع گرفتن پولهای جامعه بین المللی در کنفرانس ژنوا شویم همه ما با یک صدا و تغییر نام افغانستان بپردازیم که یک کار خوب و یک کار نیک هست بسته شدن خط دیورن یک کار نیک هست حکومت فدرالی یک کار نیک هست برای نسل آینده ما و قبل از اینکه من جنبندی صحبت های میکنم میخوایم یک ویدیو کلپ دیگه را برای شما هم نشان بتم که شما ببینید که شهامت و غیرت یک هموطن عزیز ما هم. باور کنین ما دیروز با دوستا صحبت میکردم که اگر یک کار شود تو بریم برازی آقا در داخل کابل یک کمک کنیم یک مغازی خوبتر یک فابریکه خوبتر درست کنیم و بتونیم یه آدم کمک کنیم که بتونه به می تولیداتش بیشتر بپردازه ولی صحبت های از این آدم آنقدر آدم میگیره که این شهامت میبینه این غیرت میبینه این حرف زدن از این آدم میبینه و اینو میخوایم با شما عزیزان شریک کنم با هم میشنویم Thank you.
آرام باشن آرام، فقط آرام.
تشخیص کنم. خب عزیزان، این ویدیو رو به نشر سپردم که شما عزیزان ببینید که یادم چه که با غیرت با شهامت میگه که ما فقط آرامی میخوایم، نه ما را نان بده، نه پیسه بده، نه ما نیاز داریم، یه لقمه روزی خود پیدا میکنیم، فقط بر ما آرامش بیار. دولت وظیفه سینمی آرامش، ولی دولت نه تنها که آرامش بر از این آورده، تمام روز پولها را هم دزدی میکنن. شما همین خوب فکر کنین، این همه پول رو بر نان خوش داد، درد کی رو دوا کرد؟ ببین همش فریب هست، همه دروغ هست، دسترخان ملی دروغ هست، طالبا رو میارن چپن میتن دروغ هست، طالبا با ما صلح کردن دروغ هست. 5000 زندانی رو شما فکر کنین که 5000 زندانی رو که وقتی آقای متقلب غنی با همکاری بادارش کرزه مکار رها کرد، نفر 20 تا 50000 افغانی بر اینا داد، شما فکر کنید چه مقدار پول است؟ پول اینمی ها هست، پول است که بر اینا امنیت بیاید. ولی میگه ما از کمک هایتان تیر فقط یک امنیت بیاریم، ولی اونا نیم. این آدم ها با این چیزان، اینا آدم های بی وجدان ترین انسان ها هستن، اینا بی شخصیت ترین، بی شرف ترین آدم ها هستن، کمزاد ترین انسان ها هستن. یک 500 نفر تمام این کشور در گروگان گرفتن. خوب ببینیم که جوان صحبتایش دقیق دقیق وقتی شما گوش کنین، خیلی نقطه های باریک در سخنان پیدا میکنین، صحبتای خیلی جالب داره. از ظلم پلیس میگه، از بی امنیتی میگه، از ناامنیتی میگه، از بی اعتنایی دولت میگه، با همون زبانه که بلد هست، از غیرت میگه، از کار خود میگه، از زحمت کشی خود میگه. ولی اینا قایون پشت دیوارهای کانکریتی نشستن و میلیارد ها دلار را در حساب های دوستان و رفقا و فامیل هایشان منتقل کرده بینن، هر روز در نام های مختلف. 330 میلیون افغانی خرچ لایجرگی مشورتی. به پارلمان تبسته کبوره بگه خلاص، پارلمان به درد نمیخوره آقای متقلب غنی. بر صورت عزیزان، وقت برنامه ما به اتمام رسیده، از آقای اشرف ایوبی تشکر، از آقای مصطفی سمیعی، کبیر جان امین، یک آقای نوشته ملی مشر نبیل، عجیب نام، بحبه نور محمد، عبدالقیوم میرزاده، تیمور سهید، احمد تایر جان، آرون کریمی، سلام درود بر شما، خانم نادیه میرزایی، حمیدی، فکر کنم از سویدن هستن، همچنان سالی محمد. درود در همه شما عزیزان، وقت برنامه من هم تقریبا به اتمام رسیدم. امیدوار هستم که همه شما کوشا باشین، که باعث که در خارج هستیم، فامیل های ما در خارج زندگی می کنن، زندگی ما آرام و آسوده هست، یک لقمه نان خوب برای ما پیدا میشن و هر کس توانمندی خیش را دیده، ولی مردمتان را تشویق کنیم که این حکومت را دیگه نپذیرن. این جانوران که آمدن توسط این استخباراتی ها و مافیا ها سر ما و شما، سر مردم ما ظلم میکنن، این را باید مقابلش ایستاده شد. بریم و تاریخ کاوه آهنگر را یک بار دیگر بخوانیم که چطور در مقابل ظلم ایستاده میشه. بریم یک بار تاریخ ابو مسلم خراسانی را بخوانیم که در مقابل این اعراب چه رقم استادگی میکنه. در او وقت به خاطر جشنهای سنتی باید جزیه میدادن به عربها و سالانها شترها را بار میکردن به عربهای مفتخور
میفرستادن، ولی ابو مسلم خراسانی قیام میکنه، ظلم طاقت نمیکنه. از کجا؟ حزمی جزجان با اولی هاست. امیدوار هستم که حال صحبت فلسفه گویی نیست. بعضی از رهبرها حال آمدن فلسفه میگن، حال وقتی از این هست که تو تشکیلاتت انجام بده، پشت پرده تشکیلاتت داشته باش، پشت پرده تو قوای کاریت داشته باش، ولی مردم هنگیزه کن که تا چطور بتونن این دولت را پس کنن تا یک نظام خوب با وجود بیاید توسط دولت مردان خوب. با حرف تنها نمیشه، عمل. عزیزان، از حضور شما خداحافظی میکنم تا برنامه فردا. همه شما عزیزان به خداوند میسپارم. روز روزگار پرسرور باشه.